با درود خدمت دوستان عزیز، این 113مین لایویه که من دارم. امشب هم مهمان عزیزی داریم که تا ایشون تشریف بیارن و دوستانمون در لایو جمع بشن، یکی از دکلمه‌های زیبای جناب آقای حمیدرضا شاملو رو میذارم، استاد حمیدرضا شاملو رو، که با هم گوش بکنین تا دوستانمون جمع بشن در این لایو و مهمان عزیزمون هم تشریف بیارن. پروژه داستان نویسی 1001 شب، گروه معرفی استادان و هنرمندان تقدیم میکند. زیبا سروده ای به قلم بانو فرنوش جواهری پور. که به باد می روی، گرچه مراد می روی، از کوی ما آزردگان با شور شادی می روی. ای قاصدک آهسته تر از معبر یاران گذر، تا من نپندارم که اوست باری ز اینجا ره گذر. ای قاصدک آسوده باش، همچون من فرسوده باش، کی گفت مای خسته را این رونق بیهوده باش. ای قاصدک زینجا برو، زینجا نباشد منزلت، صادق بگو آیا که هست پیغام تو حرف دلت. ای قاصدک ما خسته ایم، در سوگ دل بنشسته ایم، ما آن کبوتر بچه ایم که از آشیان پردسته ایم. ای قاصدک پیغام تو نبود برای چون منی، کین گونه باشادی و شور از غیر ممکن دم زنی. ای مژده این راه دور، ای که نمی باشی صبور، ای چیده ی باد سبا بشکفته از خط غرور. ای قاصد اندر سفر، ای نوبل آسوده سر، بر دامن بادش سوار با یک تلنگر گشته پر. ای قاصدک زینجا برو، با من مگو یارم کجاست، تنها برو نزدش بگو یاری به دردت مبتلاست. ای قاصدک زینجا برو، با من مگو یارم کجاست، تنها برو نزدش بگو یاری به دردت مبتلاست. سروده زیبایی از بانو فرنوش جواهری پور، کاری از پروژه داستان نویسی 1001 شب، صدا و اجرا حمیدرضا شاملو. سازمان لاو در سوسایتی یک سازمان عامل منفعه یا خیریه است که در راستای ترویج و تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی فعالیت میکنند. لودار سوسایتی با بنیانگذاری خانم تارا وهاب 6 ساله که در شهر کلگری در کانادا در حال فعالیت. ما در این مدت برنامه ها و پروژه های عمومی متعددی را ارائه دادیم، از جمله نقاشی های دیوایی در سر شهر بوده، کارهای هنری دست جمعی به همراه خانواده ها بوده، برنامه های آموزشی و کانال فارسی آموزشی 1001 شب در یوتیوب.
تا به امروز ما خدمات این سازمان رو به افرادی که بیشترین بهره رو میتونستن از این خدمات دریافت کنن به صورت انسان دوستانه ارائه دادیم و حالا هم با پروژه داستان نویسی هزار یک شب و معرفی استادان و هنرمندان در خدمت شما عزیزان هستیم. امشب هم مهمون عزیزی داریم که ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن. درود بر شما جناب برام. درود بر شما. حال شما چطوره قربان؟ خوب هستین؟ خیلی خوشحالم که تشریف آوردین جناب آقای جعفرزاد. دوستانمون هم آروم آروم دارن در لایو جمع میشن. من خواهش میکنم که شما خودتون رو معرفی کنید تا لایومون رو شروع کنیم. خواهش میکنم. اول اینکه عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای وهاب و دوستان عزیزمون که دارن ما رو میبینن و دنبال میکنن. خیلی ممنونم از دعوتتون. خرسندم از اینکه در کنارتون هستم و اینکه حداقل اسم من در این سازمان خیریه حتی با اون قلم و خودکار ریز هم اگر قید بشه برای من باعث افتخاره. خوب باشه. من در خدمتتون هستم اگر شما سوالی دارید بفرمایید که من پاسخ بدم. من خواهش بکنم که شما خودتون رو کامل معرفی بکنید به خاطر که ما معرفی شما رو در فیلمی که داریم این فیلم ها رو ما قراره که باز به نمایش بذاریم و باید که شما کاملا معرفی باشید که دوستان متوجه باشن که به چه کسی دارن رأی میدن و امتیازاتون رو داشته باشید. صدای من خوب میاد برای شما؟ بله خوبه. من یه لحظه احساس کردم که تصویرم یه ذره تیره است، درسته یا خوبه؟ نه تصویرتون خوبه، صداتون یه خورده دور هستید به نظر من، یه خورده صداتون کم میاد. الان خوبه صدا؟ الان خوبه. خواهش کنم که خودتون معرفی کنید جناب جعفرزاد. آرزم خدمت شما جناب وهاب و دوستان نازنینم که من مسعود جعفرزاد هستم. اینها رو باید بگم که اهل اردبیلم، اصالتاً ترک زبان هستم و به واسطه علاقه مندیم به صدا پیشگی و بحث اجرا و بحث نریشن از دوران نوجوانی دستی بر این قضیه داشتم جست و گریخته، ولی چندین و چند سال پیش به واسطه آشناییم با استاد بهروز رضوی و یک سری از دوستان باعث شد که من به طور رسمی وارد این حیطه بشم و یک سری فعالیت های عدیده رو در این قضیه در این باره انجام بدم. اگرچه که خب شغل اصلی من خب چیز دیگریه، من کارمند دولت هستم و این کار رو به خاطر دلبستگیم و علاقه مندیم و تعلق خاطرم دارم انجام میدم. الانم که بیشتر در مبحث تدریس فن بیان و سخنوری در خدمت دوستان هستم. احسن بشم. جناب آقای جعفرزاد، چی شد که شما اصلا کار هنری رو شروع کردید؟ یعنی این ابتدا فرمودید که دوست داشتید اینو، ولی کلا چه عاملی باعث این شد؟ ببینید جناب وهاب، هر کسی که وارد مقوله هنر میشه قطعا خب یک سری کاتالیزورها، یک سری مسائلی داشته که وارد این قضایی ها میشه، وارد این بادی میشه. ببینید من از ابتدا خب در مبحث هنر، حالا هر هنری، بحث خوشنویسی و طراحی و آواز و موسیقی و اینها خب علاقه من بودم بهشون. ولی بعد از سنین حالا بلوغ که شما میدونید که این حالا تارهای صوتی تغییر پیدا میکنه، صدایی که دیگه صدای اصلی من شکل گرفت، خیلی به من پیشنهاد میکردن خیلی از دوستانمون، حالا یا دوستان یا کسانی که خب شاید به یک بار من رو میدیدن، میگفتن که شما صدای خوبی دارید. و میدونید مخصوصا خب در اذهان موقعی که صدای خوب، صحبت از صدای خوب میشه، 99% ذهنها به سمت دوبلاژ سوق پیدا میکنه. ولی من واقعیتشون حالا با تمام احترامی که به اساتید دوبلاژ قائل هستم و خیلی دوستشون دارم، من علاقه آنچنانی به بحث دوبلاژ نداشتم. ولی از همان دوران نوجوانی من عاشق شعر و ادبیات بودم
اگرچه که رشتم در حال دوران دبیرستان خب ریاضی بود و من آشنایی آنچنانی هم با ادبیات نداشتم، ولی خیلی دوست داشتم شعر کنم. به یاد دارم این خاطره جالبیه، ایام کنکور بود، دوران کنکور، من سال آخر دبیرستان بودم غالبا، تا آخر وقت خب میشستیم درس میخوندیم دیگه. اون موقع هم که خب مثل الان نبود قبولی های کنکور، باید خیلی زحمت میکشیدی شما، مثلا تا یه رشته معمولی نبود، مثلا شاید روزی 13-14 ساعت درس میخوندن، ولی بازم اون چیزی که خب باب میلم بود نشد، یعنی از اون رشته قبول نشد. بگذارید، من ساعت 12:01 شب بود، یک برنامه داشت رادیو با کاروان شعر و موسیقی که از طریق کشورهای دیگه، من نمیدونم چه کشوری بود، من این رادیو داشتم که یادگار پدر بزرگم بود، خدا رحمتش کنه. این رادیو رو بیشتر از همه ماها دوست داشت. موقعی فوت شد، جدی میگم، خدا رحمتش کنه، آقای وهاب خدا رحمتگانتون رو بیامه، جدی میگم، ایشون زندگی میکرد با این رادیو، شبانه روز کنار گوشش بود، چون قبلا هم از اون سمت‌های حالا به هر حال دولتی داشت و یه سمت‌های بالایی داشته، خیلی پیگیر مطالب بود، مخصوصا از رادیوهای بیگانه که ببینه آیا خبری هست نیست. ولی که موقعی که فوت شد، من کمی حالا جسارت به خودم خرج دادم که این رادیو رو برداشتم برای خودم. با همون رادیو هم من داشتم این برنامه با کاروان شعر و موسیقی رو می‌شنیدم، خدا رحمتشون کنه، شعر انگور رو با صدای نادر نادرپور مرحوم من گوش میدادم با صدای خودش. اینقدر شیفته این شعر شدم آقای وهاب. ببینید اون موقع کتاب‌های نادر نادرپور در دسترس نبود. اینترنتی هم نبود که من برم چهار تا تایپ کنم، گوگل بزنم و تمام شجره نامه نادرپور رو برای من بیاره. ولی باورتون نمیشه، در اولین وهله که من دسترسی پیدا کردم به یک کتابخانه‌ای که به هر حال احساس میکردم که این کتاب رو داشته باشه، اون کتاب رو من گرفتم. چطور، از کجا؟ اون کتاب قیمت پشتش نوشته بود 2 ریال، قیمت پشت کتاب 2 ریال بود. ببینید من از کجا رفتم اون کتاب رو پیدا کردم. حالا بحثم از این عرایض اینه که من علاقه‌مند بودم به مبحث شعر، اگرچه که شاید زیاد هم نسرودم، زیاد هم ننوشتم، ولی خب خیلی دوست دارم، همین الانم هم واقعا با شعر زندگی میکنم. همین قضیه باعث شد که من کم و بیش شروع کردم به خواندن این شعرها، و بعد که حالا دیگه یک سری ادوات و تحصیلات و موبایل و نمیدونم میکروفون و اینها که اومد، دیگه من به خودم اجازه دادم که حالا ورود کنم به این قضیه، از طریق موبایل مثلا صدام رو ضبط کنم، ریکوردر موبایل یا یک جایی که خب برحال پشت میکروفون حالا این رو تست بکنم، دیدم خب بد نیست، خوبه. و اولین برخوردم به استاد رضوی که برمیگرده شاید به سال 1979 که در یک میشناسید که استاد بهروز رضوی رو، چون بله جز سجاهای ماندگار برندهای سجا، موقعی که از سجا صحبت میشه فکر نمی کنم غیر از بهروز رضوی کس دیگری در ذهن ما نقش ببنده تصویره. در یک جایی من ایشون رو زیارت کردم و ملاقات کردم و خیلی نزدیک شدم بهش، از اونجا که خیلی علاقه من بودم. آقای وهابی، یک موضوع رو بگم، من دوران کودکی یک تبلیغی رو تلویزیون نشون میداد، حالا که تبلیغ کم و بیش اومده بود تو بحث صدا و سیما، ساعت رادیو رو تبلیغ میکرد. بله یادم، این صدای بهروز رضوی بود و جالبه، من هر جا از جلوی ساعت فروشی رد میشدم چشم دنبال برند رادیو بود که ببینم چی و کی داره این رو تبلیغ میکنه. میخوام این تأثیر صدا رو به شما بگم. بله متوجه، خودتون استاد هستید بهتر از من میدونید. و روزی که من استاد رضوی رو زیارت کردم و در کنارشون نشستم و سر صحبت باز شد، ایشون به من فرمودن که مسعود جان شما با این لحن، مسعود جان شما صدای شیک و میکروفونی داری. گفتم نظر لطفتون استاد. گفت من هیچ موقع لطف نمی کنم به کسی در این موضوع، چون این خانمانسوزه، اگر الکی به کسی بگن که تو صدات خوبه و زندگیش رو بذار و عمرش رو بذاره بره هیچی نشه، خب من ظلم کردم بهش. و از اونجا یه تلنگر اساسی به من وارد شد که دیگه وارد این قضیه شدم که در سال 83 بود که من
82 رفتم رادیو ایران، مدت خیلی کمی در رادیو، حالا به واسطه اینکه خب من و امثال من رو زیاد نمیپذیرند در رادیو و تلویزیون، خیلی کم در رادیو ایران راه شب رو اجرا کردم و همین مزد خواب. ولی بعدش خودم پرداختم به فعالیت های خودم پرداختم و خیلی انرژی صرف کردم آقای وها برای اینکه وارد این وادی بشم به طور خیلی حرفه‌ای، و اینکه استادهای خیلی خوبی داشتم، استاد حسین زند، دکتر حسین زند، استاد بهروز رضوی، حسن همایی دوست من در رادیو که خیلی به من کمک کرد و از ستاپیشهای برتر کشورمون هست، و و و و حالا دیگه همه رو اسم نمیارم، که باعث شد که من دیگه وارد این حیطه شدم. و از اونجا که خیلی خیلی به بحث آموزش علاقه مندم و یک موضوع که همیشه تو ذهنم بود این بود که یک کاری باید انجام بدم که کمی ماندگار باشه، حداقل برای 10 نفر، دیگه وارد مبحث آموزش شدم به پیشنهاد استادم و الانم تقریبا چند سالی هست که من دارم موضوع آموزش رو دنبال میکنم در خدمت دوستان هست. احسن بشم. صداتون ولی واقعا زیباست استاد. من صدای شما رو که وقتی میشنوم یاد یه سری چیزا میافتادم، یاد یه سری از تبلیغات سینمایی میافتم. خیلی صداتون به دل میشینه. مسئله اینه که این صدا به دل میشینه، و این صدا وقتی به دل میشینه، حالا شما شعر که میخونید یه دو برابر میکنید اون کیفیت شعر و شاعر رو. البته من میخوام ازتون خواهش کنم که در ته برنامه حتما یکی دو تا قطعه برامون بخونید که داشته باشیم این یادگار رو از شما. جاره آقای بحب، من اجازه میخوام یک سلامی بدن به استاد، خواهش میکنم، رزیپور نازنین که از افتخارات شعر مملکت ما هستن، استاد رضا رزیپور که واقعا دوست داشتنی و محشر، قطعا شما هم خب به حال می‌شناسین ایشون رو، و آرزو صحت و سلامتی دارم، لطف کردم و هستن در جمع ما. خیلی خوش آمدن، خیلی خوش آمدن دوستان عزیزمون در لایو. همه سلام دارم خدمتتون، دونه دونه خدمت شما عرض کنم که میتونید که ما کلن برنامه‌مون، هدف از برنامه‌مون تجویز هنر و خلاقیت برای سلامتی. واقعا کارهای هنری چه تأثیری در سلامتی شما داشته؟ ببینید جاهای برام خیلی شفاف بخوام بهتون بگم بدون اغراق، ما هممون خب یک سری خصایص فردی داریم. شاید مسعود جعفری‌زاد قبل ورود به این مسائل یکی از مشخصه هاش زودرنجی بود، یعنی که زود از کوره در رفتن بود، یعنی که یه سری مسائلی که این خودم اگر موقعی که حالا یک مروری میکنم در ذهنم زیاد چنگی به دل نمیزنه برام اون مسئله. فلیپ، من به مجرد ورود به بحث هنر و حالا بحث صدا پیشگی و اینکه خب من مجبور بودم که با شعر و ادبیات و هنر آمیخته باشه دیگه، این اگر قرار بود که من تدریس کنم باید خب شعر رو بلد میبودم، حالا نه اینقدر که حالا عمیقاً، ولی خب باید عروض و قافیه رو یاد میگرفتم، باید مطالعات هم زیاد میشد. این موضوع باعث میشد که اولا من دیگه وارد مسئله حاشیه‌ای نشم، دومی که به یه آرامش خیلی عجیب و باور نکردنی من دست پیدا کردم. چرا؟ دلیلش رو بهتون بگم. سر کلاس نشسته بودیم، کلاس سخنرانی بود، آقای دکتر زنگ داشتن تدریس میکردن و به نوبت کارآموزها میرفتن اونجا سخنرانی ارائه میدادن. یکی از دوستانمون بلند شدن رفتن یک موضوعی رو انتخاب کرده بودن که به هیچ وجه به مذاق من خوش نبود. حالا نگم تو لایف که چی بود، از این حالا آدم هایی که به هر حال منتسب به حکومت و دولت و بعد شروع کردن یک سری مسائل و تو بحث سخنرانیشون من خیلی برافروخته بودم. و اینکه استاد من آقای دکتر متوجه این قضیه شد، یه آنتراکتی که بعد سخنرانیشون دادن تعمدی بود فکر کنم، اومد سراغ من گفت که چی شده مسعود؟
گفتم آقا شما چرا هیچی نمیگید؟ آخه این داره منظورت رو خواهم اینجوری بگم، داره اراجیف تحویل ما میده. گفت ای من از تو انتظار نداشتم. ببینید آقای وهاب، این یک جمله شاید یک دگرگونی اساسی در وجود من ایجاد کرد. همین یک جمله که گفت من از شما انتظار نداشتم، من از تو انتظار نداشتم، یعنی چی؟ یعنی اینکه هر کسی هر ایده‌ای که داره برای خودش و ما به عنوان شنونده محترم، شما میتونی این رو بپذیری، میتونی نپذیری، ولی اینکه بخوای خودت رو آزار بدی و اینکه معترض بشی حق نداری، حداقل تو اون باب. و این یک جمله من رو دگرگون کرد. چطور؟ الان اتفاقهای خیلی زیادی در زندگی من، در محیط کارم، در اطراف من این اتفاق ها حادث میشه، برای هممون هست. شما در یک جمعی قرار میگیرید که اصلا با روحیات و افکار و ایده ها تو سازگار نیست کلام نیست، ولی من به راحتی از روش رد میشم. همون یک جمله ثبت و ضبط شده در ذهن من که اصلا من هیچ ریاکشنی نشون نمیدم، در قبال هیچ عکس العملی نشون نمیدم. میخوام اینقدر بگم که تأثیر داشته در من که حتی شاید من رو تبدیل به یک حالا تشخص های دیگه کرد، یعنی یک سری خصایصی که من داشتم را اصلا تغییر داد در من. یعنی یه سری اتفاقهایی افتاد که من باعث شد که من تغییر بکنم، حالا تو اون مسائل، تو اون خصلت هایی که قبلا شاید شهره بودم به اونها، ولی خب خدا رو شکر الان خیلی آرام هستم. موقع که کمی دگرگون میشم رجوع میکنم به موسیقی، به شعر، به کتاب، آروم میگیرم دیگه. با اینها رو آوردم به هر حال، الگو کردم، گرت برداری کردم، با اینها حالم خوبه. مرسی. آفرین بر شما. آفرین بر شما. من میخوام خواهش بکنم از شما که شما همین ابتدا یکی از اون شعرهای قشنگتون رو با اون صدای زیباتون برامون بخونید. با کمال میل، چرا که نه. من اگر اجازه بدید یک شعر از منزوی شاعر براتون بخونم، استاد منزوی، چون خیلی ارادت خاص دارم بهشون و چون مدتی هم قبل اینکه فوت بشن من در کنارشون بودم و یک تعلق خاطر عجیبی دارم به این استاد عزیز. یک شعر، یک غزل از منزوی بخونم براتون که واقعا اگر میگن که سلطان غزل معاصر، واقعا بیراه نمیگن. منزوی واقعا دوست داشتم. میفرماید که نام من عشق است، آیا میشناسیدم؟ زخمیم، زخمی سراها، میشناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خسته هستم، خسته، آیا میشناسیدم؟ راه 600 ساله ای از دفتر حافظ تا غزلهای شما، ها میشناسیدم؟ این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است، من همان خورشیدم، اما میشناسیدم؟ پای رهوارش شکسته سنگلاخ دهر، اینکین افتاده از پا، میشناسیدم؟ میشناسد چشمهایم چشمهاتان را، همچنانی که شماها میشناسید؟ این چنین بیگانه از من رو مگردانید، گر مبندیدم به هاشا، میشناسیدم؟ من همان دریایتان ای رهروان پیش، رودهای رو به دریا، میشناسیدم؟ اصل من بودم، بهانه بود و فرعی بود، عشق قیس و حسن لیلا، میشناسیدم؟ در کف فرهاد تیشه من نهادم، من بریدم بی ستون را، میشناسیدم؟ مسخ کرده چهرم را گرشه نگیان، با همین دیدار حتی میشناسیدم؟ من همان مهربانم، مهربان سالهای دور، رفتم از یادتان یا میشناسیدم؟ احسان به شما، احسن به شما، احسن به این شاعر، با این شعر زیبا و احسن به شما با این صدای زیبا.
ما خانم پاکنیا سلام. من یک تشکر بکنم از خانم پاکنیا که باب آشنایی من با شما رو ایجاد کردن. خیلی ممنونم از خانم مینا پاکنیا که لطف خیلی کردن و ما دوست افغان فرهیخته‌ای باشه. با چون شما آشنا شدیم. قربون شما برم، لطف دارین شما. سلام. ما افتخار میکنیم که هنرمندایی مثل شما رو در وطن داریم و با افتخار این مطلب رو اعلام میکنیم، همه جا میگیم که هنوز ایران با هنرمنداش برقراره، برجاست و انشالله که همیشه هم باشه. ما هم افتخار میکنیم به بودن همچنین شما. شما قربونتون برم. جناب آقای جعفرزاد، شما آیا نوشته ای هم دارید در خودتون به صورت شعر نویسید یا نوشته خاص؟ آقای وها ببینید، من بله یه چند تا، حالا استاد رضیپور و سایر دوستان اینجا هستن، خب خیلی جسارتی که من بگم شعر دارم یا نوشته، ولی خب چرا دارم دیگه، یه سری چیزا رو نوشتم و اسمش رو بذاریم به گمانم دل نوشته، خیلی دل بهتر نوشته که بگم شعر. بله، چون من واقعا در مبحث شعر اینقدر تبحر ندارم که بحث حالا اون قالب های شعری رو، عروض و قافیه و این مسائل رو بخوام رعایت کنم و بر مبنای اونها بنویسم، ولی یکی دو تا نوشتن که ظاهرا هم چون خودم هم خوندم کمی با حالا مثل که با استقبال دوستان هم مواجه شده بود. یکی آدم و بسیار حوا که عالیه. خیلی خودم هم دوست دارم، حالا در ادامه اگر فرصت شد من اون رو حتما حتما، من چون که خیلی من ببینید این ساعت ساعت شماست و ما همه اینجا جمع شدیم که شما رو بهتر بشناسیم، شما صحبت بکنید ما شما رو بهتر بشناسیم. همینطور که ما شما رو میخوایم بهتر بشناسیم، این فیلم شما میره و ما اینو میخوایم سالها نشون بدیم تا همه بشناسن شما رو، تا اونجایی که میخوایم دوست داریم شما رو نشون بدیم. آقای ما دوست داریم شما رو نشون بدیم، شما دوست ندارید، ما دوست داریم. بعد این دیگه کسی ویدیوهاتون رو نگاه نمی کنه اگر بخواید من رو نشون بدید به دیگه. نه عزیز دارم، نه اتفاقا اینطور نیستش، اتفاقا اینطور نیستش. من یک موضوعی رو حالا قبل اینکه شما حالا اگر سوالی تو ذهنتون هست بپرسید، که یک موضوع خیلی مهمیه که معمولا دوست دارم این رو من همیشه به دوستانم بگم. ببینید، بحث کلام، بحث واژه، بحث سخن یک مبحث بسیار گسترده و مهمیه در آدم ها. من یک سوال از شما بپرسم، الان من و شما همدیگه رو بشینیم هی نگاه کنیم، میتونیم از همدیگه شناخت داشته باشیم؟ میتونیم اصلا با همدیگه تبادل احساس داشته باشیم؟ میتونیم با همدیگه تبادل نظر داشته باشیم؟ به هیچ وجه. نه. کی آغاز میشه این قضیه؟ موقعی که جهان باز میشه و کلام از دهان جاری، اونجا هست که تشخص ها مشخص میشه، اونجا هست که شخصیت ها بروز پیدا میکنه، اونجا هست که احساسات به هر حال جلوه میده خودش رو و کلا شما شخصیت آدم ها رو از طریق کلامشون خوب متوجه میشید. بله، دقیقا. سخن نگفته باشد ای بو هنرش نگفته باشد. من همیشه بله. یک جمله خیلی خاص دارم، اون رو میگم، میگم سخن کلام هم انسان سازه هم انسان سوزه. ما با کلام میتونیم به درجات بالاتر برسیم در انسانیت، در به حد کمال در انسانیت صعود پیدا کنیم و یا میتونیم نزول پیدا کنیم به اون درجه ای که اصلا واقعا حتی نشاید که نامت نهند آدمی در این حد. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر کلام. ببینید، من یک مثال بزنم، شما خودتون دیگه استاد هستید. آدولف هیتلر، حالا اسمش رو گذاشتن خونخوار، جهانخوار، قاتل، هر چیزی، من با این کاری ندارم، ولی در جنگ موفق بود. 75% موفقیت های سیاسیش و جنگ افزاریش و مبارزه هاش و کشورگشایی هاش به خاطر سخنرانی هاش که این آدم بسیار آدم سخنوری، بسیار سخنور، سخنران قهاری بود، به خاطر همین تأثیر میذاشت. به شما انقلاب کبیر فرانسه رو با یک سخنرانی شروع شد و به تبعات اون دیگه شروع شد انقلاب های بیشمار دیگری در همه جای دنیا.
یک سخن، یک کلام باعث میشه که یک حالت انگیزشی در مردم به وجود بیاد و یک انقلاب عظیمی تولید بشه. ببینید دکتر علی شریعتی غالبا چون انسان باهوش و سخنوری بود، غالبا در سخنرانی‌هاش از آدم‌هایی که معارض بودن استفاده میکرد، از آدم‌هایی که یاغی بودن، به عبارتی نه یاغی اینچنینی، مثلا از نمیدونم زینب کبرا، از شخصیت‌های مذهبی صحبت میکرد، این چنین جوانها رو برانگیخته میکرد که اون حالتهای به هر حال جوانیشون فوران بکنه و حالا یک سری مسائل از همون جاها شروع شد. ببینید اینها فوق العاده تاثیرگذار هست. میخوام این رو بگم که واقعا اگر ما کلاس های فن بیان میذاریم، اگر میگیم فن بیان و سخنوری رو بیاموزید، خب همه بلدن حرف بزنن، ولی اینکه شما چطور نافذ صحبت کنید، اینکه چطور درست صحبت کنید، سردمدارهای کشور ما در بزرگترین همایش‌های جهانی ضرب المثلی که به کار میبره میگه اون ممر و لولو برد. ببینید چقدر سخیه این. کل دنیا 80 میلیون نفر رو با یک نفر رصد میکنن، یعنی به نمایندگی از 80 میلیون نفر اون یک نفر رفته اونجا داره حرف میزنه، میگه مف باشه کوف باشه همه هم میخنده. ببینید اصلا آقای وهاب، این عجبیات واقعا در عجبیات معیار ما که زبان رسانه هست اصلا جایگاهی نداره. من همیشه به دوستانم میگم خواهش میکنم از بکار بودن این ضرب المثل ها، این تمثیل ها، این واژه ها، این جملات کاملا پرهیز کنید. چرا؟ چون فردا فرزند شما یاد میگیره این واژه ها. بله. نمیدونم بچه های کوچیکی که در کنارتون هستن، اصلا برای خود شما میشه یک عادت که همینجوری صحبت میکنید. مثلا شما یک دفعه شنیدی از طرف میپرسه شما بچه کجایی، میگه بچه شاه عبدالعظیم. بله. این کلمه شاه عبدالعظیم، نه شاه عبدالعظیم. شاه عبدالعظیم. حالا یک سری الفاظ، حالا یک سری الفاظ پنهان هست که من یک سری ها رو شنیدم ازشون میپرسید بچه کجایی، میگه بچه دیلیزیم. دیگه اون به کجا دیلیزیم، دیگه اون شاه عبدالعظیم و آخرش دیلیزیمشو میگه. من نمیدونم جدی میگم، اما من شهیدم. یعنی به اینها میگن الفاظ پنهان که بسیار پایین تر از حتی زبان عامیانه ما هستش و به هیچ وجه برای من و امثال من پذیرفته شده نیست. این کلام میخوام این رو بگم که اگر ما واقعا بیاموزیم و مستمر تمرین بکنیم برای این قضیه، مطمئنن هم در بحث کاریمون، هم در بحث زندگیمون، هم در بحث تعاملاتمون آدمهای موفقی خواهیم بود. اختلافهای زوجین از کجا شروع میشه آقای بهام؟ از یک سری سوء تفاهمهای کلامی. بله. ببینید من به شما میگم سلام، شما میگه علیک سلام، رد میشی میری. من میگم سلام، شما میگی سلام، حال شما چطوره؟ با یک لحن من شما رو دعوت میکنم که حال من رو بپرسید. اصلا من خودم اجازه ورود به شما میدم که بیایید من رو به هر حال صمیمی بشید با من، یا یعنی اینکه ارتباط برقرار کنید، ارتباط کلامی. حالا بله خیلی مهمه دیگه. حالا من صحبت زیاده، هر چقدر ادامه بدن حرف تو حرف میشه. شاید شما هم سوالی داشته باشید بپرسید که من پاسخ. نه ساعت شما، ما اصلا نشستیم صحبت های شما رو گوش بکنید. من صحبتی ندارم که من نه هنرمندم، من فقط هنر دوستم. شما خیلی بزرگواری. اولی که خیلی خوشتیپی، من رو یاد خدا بیامرز ویگه میندازید آقای ایوان. خیلی مخصوصا موهای سفید جذاب با این پیرن سفیدتون، خب واقعا ماشاءالله خوش سلیقه اید. قربون شما برم، خوش سلیقه میام چه هنرمندای خوشگل پیدا میکنیم دیگه. همتون هم درست به کارتون، آفرین دارید به تک تکتون. به خدا من الان 113 تا لایو گذاشتم، یکی از یکی آستر، یکی از یکی بهتر. یعنی واقعا افتخار میکنم به اینکه این همه هنرمند عالی داریم ما تو اون مملکت و واقعا حیف دریق. حیف جناب آقای جعفرزاده عزیز، جالب. شما دوست داری با هنرمندای دیگه هم همکاری داشته باشی؟
به چه صورت؟ اگه دوست داری به چه ببینید صورت؟ ببینید آقای وهاب، من برای یک سری از خواننده های کشورمون یک سری کارها رو انجام دادم، یا یک سری برنامه ها براشون اجرا کردم، کنسرت هایی که داشتم، ولی برای کسانی که دوستشون داشتم، احسن. نه هر هنرمندی، نه هر خواننده ای. ببینید مثلا روزی که سعید جعفرزاده، حالا همای که ما به اسم همای میشناسیمش، بله، از حالا از خارج از کشور دوباره برگشتن به ایران، علیرغم تصور همگان، تو فکر میکردن که شد دیگه، خب شاید نتونه بیاد، ولی خب اومد. و جالبه اگر اشتباه نکنم اسفند سال 97 بود، اگر اشتباه نکنم 96 یا 97، که ایشون اولین کنسرتشون رو بعد از ورود به ایران بعد از چند سال اجرا کردن در سالن سالن تالار وزارت کشور، تالار بزرگ وزارت کشور. و تالار بزرگ وزارت کشور بله. همون تالار شهره یا اونی که توی پارک شهره؟ نه نه، تالار وزارت کشور که تو چیزه سمت کشاورزه. آه، سمت کشاورزه، فهمیدم کجا رو اصلا دیگی. خود وزارت کشور که کجاست، اون تالارش اونجا که معمولا حالا بله. و عارضم خدمت شما که من ساعت 12 شب تیزر رو براشون گفتم، 12 شب رفتم در یک هوم استودیویی بود که من اونجا تیزر براشون گفتم به 2 زبان ترکی و فارسی، و البته آقای حسن همایی هم خوب بود در کنار ما، و اینکه یک روز از برنامه هاشون رو در تالار من اجرا کردم و خیلی خوب بود برای من، خیلی باعث خوشحالی بود، چون دوست صمیمی من هم هست سعید، خدا سلامتش کنه، حالا علیرغم یک سری مسائلی که اخیراً براش پیش اومده بود، ولی خب آدم دوست داشتنیه. آمین. تنها کسی بود که جرأت کرد و به خودش اجازه داد که سازش رو برداره بره در تلویزیون ملی کشورمون بشینه و سازش رو بزنه. اون میدونید که ساز نشون نمیدن در تلویزیون ملی ما. عرضم به حضور که، و یا اینکه آقای محمد معتمدی که خب من دو تا از کنسرت هاشون رو به عنوان مجری برگزار کردم در، دقیقا خاطرم نیست کدوم تالار بود، آقای محمد معتمدی هم واقعا جز خوش صداها و جوانهای پر انرژی و اکتیو کشور ما هست. جالب بیدن که آقای وهاب، من یه گلمندی هم بکنم از خودمون، محمد معتمدی در اروپا کلی شناخته شده است، اما اقسام جایزه ها رو درو کرده، در ایران نمیشناسنش. خیلی حرفا، خیلی حرفا، خیلی بده، دردناک، یه جورایی ناراحت کننده است. و اینکه علی زنده وکیلی رو که قرار بر این بود که قبل از مبحث کووید 19 ما یک مثلا کار مشترکی داشته باشیم که آوازش از ایشون باشه و دکلمه و نریشن اون کار از من، که متاسفانه فعلا به سرانجام نرسیده، تا ببینیم چی میشه. و اینکه بله، اگر باشه که مثلا من یکی از بزرگداشت‌های استاد حسین منزوی رو، اولین استیجی که من رفتم اونجا بود که من رفتم بزرگداشت استاد حسین منزوی رو برگزار کردیم، خب برها هنرمندهای خیلی ارزنده و دوست داشتنی در اون شب بودن، در اون تالار، در اون برنامه، هم از بهروز رضوی که مثلا قرار بر این بود که ایشون برگزار بکنه، یعنی مجری این برنامه ایشون باشه، منتها در یک غافلگیری ایشون من رو فرستادن رو استیج که 2 ساعت تمام من اونجا آقای معتمد اینا همی برنامه داشتن که آوازی خواندن، و یک سری دوستان آقای محمد علی بهمنی و یک سری از شاعرهای حالا دوست داشتنی کشورمون تشریف داشتن و در مورد حسین منزوی صحبت کردن و مثل اینجا. و واقعیت این که آقای وهاب، من سلیقه‌ای کار میکنم، حالا شاید این دلیلش اینه که من شغل اولم این نیست، چون مبحث مالی در این قضیه نیست، و این خیلی خوبه برای من که بله. قرار نیست که حتی یک جاهایی علارغم میلم یک سری کارها رو انجام بدم به خاطر معیشتم، من به خاطر علاقم. و واقعیت هم این که شما که حالا غریبه که نیستی، دوستانم اینجا هستن، بخواد دیسیپلین کاریم رو من خیلی دوست دارم، هر برنامه‌ای که دعوت کنن نمیرم برای اجراش، مگر همایش هایی باشه که در خور خودم و اطرافیان خودم باشه، یک همایش های مثلا علمی یا مثلا همایش های ادبی، مثلا این مسائل این چینی رو شاید اجرا شد، مثلا همایش بین المللی کاربران حرفه صوت بود، گفتار درمانگرها،
که سه روز دو سال سه روز پیاپی برگزار شد که این سه روزش رو من برنامه‌هاشون رو اجرا کردم و چه کسانی بودن، واقعا چه استادهایی بودن اونجا، کسانی که زندگیشون رو، عمرشون رو، علمشون رو گذاشتن در تکلم افراد، حالا یا بحث بیماری تکلمی باشه یا اینکه بحث سلیس و روان بودنش و یا سایر مدارس. منظورم این که این برنامه های اینچنینی رو چرا خیلی هم مشتاقانه میپذیرم، ولی به خاطر یک سری مسائلی که ایجاهای شخصی خودمه با هر کسی به هر برنامه واقعیتش سازگار نیست. احسن تو شما تو رادیو تو تلویزیون هم برنامه داشتین؟ صدا و سیما؟ یک ماه خیلی کوتاه عرض کردم اون موقع که در رادیو بودم، در تلویزیون هم یک دو سه تا برنامه خیلی کوتاه رو اجرا کردم ولی دیگه خودم نرفتم. الان اگر از جلوی خیابان جامع جم رد میشم، از جلوی صدا و سیما که رد میشم، حالم دگرگون میشه به خاطر مسئله که من اونجا دیدم. زیادم باز نمی کنم قضیه رو، شما قطعا خودتون میدونید و اصلا هیچ تمایلی به مشارکت با اون سازمان و با اون آدم ها نجد. بسیار عالی، بسیار خواهش. جناب جعفرزاد، من نخواستم ازتون خواهش بکنم به زبان ترکی برای ما یکی از شعرهای زیبا رو بخونید از استاد شهریار، از دوستانی که شعرهای ترکی گفتن. بله بله، چرا که نه، امکانش هست. بله، فقط یه خواهشی دارم، یک سلام علیکی شما با دوستام که بکنید یه 30 ثانیه، من یه کتاب برای خودم. حتما من اتفاقا انقدر صحبت دارم با دوستان که خود بله خواهش، حرفای من تموم نمیشه. با دوستان یه سلام علیک بکنید، من اومدم خدمت. حتما دوستان عزیزم، خدمت همتون عرض بکنم که ما به زودی رادیوی خودمون رو راه اندازی میکنیم و تو این رادیو که من دارم راه اندازی میکنم، دوست دارم که تمام کسایی که واقعا میل دارن در این رادیو با من همکاری داشته باشن اعلام آمادگی بکنن. ما تو این رادیو فقط برنامه‌های فرهنگی داریم، از شعر و ادبیات داریم، سخنوری داریم و اینکه باز همین لایف هامون رو به صورت کوتاه به توسط زوم میخوایم انجام بدیم که حتی تا اونجا که امکان داره دوستان رو دور هم جمع بکنیم و در این حال این معرفی رو برای همه داشته باشیم که وقتی ما یک لایف رو میذاریم که 10 نفر توش جمع میشن، این 10 نفر با هم دیگه یک مشارکتی پیدا میکنن که با هم در طی برنامه و روزهای آینده ادامه دار خواهد شد. من فکر میکنم برنامه جالبی بشه، البته باید خیلی وقت گذاشت باش، ولی خب تمام دوستانی که تو این رابطه واقعا وقت دارن و میتونن بیان و اعلام آمادگی بکنن، ممنون میشم که از طریق فیسبوک توی گروه 1001 شب و از طریق واتساپ من که شمارمو دارید اعلام بکنید به من در گروه هنرمندان و معرفی استادان و هنرمندان که من بدونم که چه کسانی با من همراه هستن که من این رادیو رو که دارم برنامه ریزی میکنم که به زودی شروع به کار میکنه، از تک تک شما عزیزان استفاده بکنیم تا بتونیم این کار هنری فرهنگی رو به درستی به جایگاه عالی خودش برسونیم. جناب آقای جعفرزاد، ما در خدمت شما هستیم. سلامت باشید آقای وهاب. من یک شعر ترکی از استاد سید جواد ابوترابی، پدر استاد رضوان ابوترابی که از استادهای عزیز و دوست داشتنی هستن، من اسمشون رو گذاشتم استاد مهربانی ها. آقای ابوترابی خیلی مهربونن، خیلی خوبن. پدر مرحومشون که شعرهای خیلی دوست داشتنی داشتن و خدا رحمتشون بکنه، ما هم از راهی جسارتی به خودمون میدیم چند تا از شعرهای ایشون رو زمزمه میکنیم. یک شعرش بسیار کار خوب میکنید. من همیشه به تمام دوستان میگم که یادآوری کردن دوستان این چنینی و یادشون رو به خاطر آوردن و به دیگران شناسوندن یکی از بزرگترین الطافیه که از یک انسان میتونه شما میتونید ازش
واقعا به اندازه‌ای که بوده تشکر کنید، به همون چیزی که بوده آدم ازش قدردانی بکنه و همین یاد. و چقدر زیباست این یادهای زیبا که توسط دوستانی مثل شما یاد میشه و دوستان دیگه هم گوش میکنن. در خدمت هستیم سراپا گوش. آقای وهاب اول به من بگید شما ترکی بلدی؟ من چون ترکی بلد نیستم حرف بزنم، ولی ترکی رو تقریبا یه چیز حدود 60-70% میفهمم، چون از دو طرف ما پدر مادر زاده تهران هستن، بزرگ شده تهران، ولی بابا بزرگ و مادر بزرگ یکی زنجانی بوده یکی هم قزوینی بوده، هر دوتاشون هم ترک بودن. خب پس حالا اون خونه هست دیگه، حتما متوجه میشید یه سری. آره ریشه هست. Eşittim gelirsen yoklamağıma. Eşittim gelirsen yoklamağıma. Bu soyuk ocağa neye gelirsin? Gelme. Gelmeyve razı değilim. Yoku yoklamağa neye gelirsin? Benzerem denizde sınıf beleme. Düşmüşem girdaba, batmışam qəmə. Arzımın əkini gedib vəğəmə, batmışam alağa, nəyə gəlirsin? Uca dağdan dımırlanan daş kimi, qara gözdən yerə süzən yaş kimi, başından sallanan uzun saç kimi, düşmüşəm əyağa, nəyə gəlirsin? Obası dağılan yersiz dağam, ceyranı oğlanan oğsuz oğlağam, gözəsi quruyan susuz bulağam, qurumuş bulağa nəyə gəlirsin? Dilim qıfıllıdır, dodağım bağlı, qollarım çıdarlı, qıtım badağlı, pozulan bağlar tək qapısı bağlı, pozulan bir bağa nəyə gəlirsin? Ağaçda çürüyən sınıq butağam, eldən alahıyam, yardan uzağam, başmağı cütlənmiş yedər qonağam, qonaq bir qonağa nəyə gəlirsən? Dünən tanış idim, bu günü yadam. Bayaq kimi yaddan çıxan bir adam, savalan şairi qoca davadam. Bayağam, bayağa nəyə gəlirsən? Xoca rəhmət etsin. Sən çox gözəl. به من میگن که شما برنامه فارسی رو پیش میبرید، من میگم آقا فارسی هستش ولی من از ایران دارم صحبت میکنم، من در ایران زبان ترکی دارم، زبان عربی دارم، زبان نمیدونم ترکمن دارم، کردی دارم، لوری دارم، من از ایران صحبت میکنم، من قرار نیستش فقط فارسی رو اینجا بگم، من از خلقم صحبت میکنم که هزار ماشاءالله همه جور هستن. ما الان تو کشوری که زندگی میکنیم 760 گویش هست، 760 زبان گویش هست. وقتی من میگم که مثلا میشیم صحبت میکنم، میگم تو مملکت من هم یه چیزی حدود 100 تا زبان فقط تو یه مملکت هستش، همه حیرون میشن، میگم مگه میشه؟ میگم که چرا نمیشه، میتونی بری ببینی که میشه توی خطه بله توی خطه. الان ما تو خود ایرانمون الان زبان ترکیه ما از آذری، شما مثلا آذری خودمون در تبریز یه جور صحبت میکنن، لهجه هامون فرق میکنه، گویش هامون میفهمیم همدیگه رو که چی داریم میگیم، ولی فرق میکنه. شما مثلا با زنجانی که صحبت میکنی، با تبریزی هم که صحبت میکنی، میبینی که ترکی ترکیه ولی یه چیزایشون با هم که فرق میکنه، یه اکسنتایشون با هم فرق میکنه. خب پس این گویش یه گویش سواس، اونم یه گویش سواس، جفتش یه زبونه ولی خب فرق میکنه با هم. اینجا هم همینطور. و من باعث افتخارم که همچین وطنی دارم که این وطن من از همه نظر سره، از همه نظر سره. خودمون باید دو دستی نگرش داریم، مشک آن است که خود ببوید نه اون که عطار بگوید. این مشک ما میبویه بدبختی، نمیتونیم ما خوب بو کنیم، بینیمون گرفته، نمیتونیم خوب.
ای خدا شکرت. جناب جعفرزاده، خیلی دوستانتون الان این زی تشکر کردن ازتون که خیلی ممنون از بابت گویشی که کردین و همه گفتن یاش حسین. بله بله، خیلی خیلی الان میخودین دیگه، خودتون هم موجود دارین میخودین. بله خدمت شما عرض کنم که در حال حاضر شما مشغول چه فعالیتی هستین جناب جعفرزاده؟ ببینید آقای وهاب، من عرض کردم چون من کارمند وزارت نفتم و اینکه خب مشغول کارم هم. و خیلی کار پرمشغله هم دارم از لحاظ شغلی، ولی چون علاقه من هستم شدید به بحث آموزش، الان به صورت فشرده دارم کلاس ها رو برگزار میکنم. تا قبل از عید نوروز من تقریبا میشه گفت که 7 روز هفته رو کلاس داشتم به صورت غیر حضوری و آنلاین. بعد این دیگه کمی احساس کردم که واقعا دیگه کم آوردم، نه اینکه کم آوردم، دیدم خسته شدم و حجم کلاس هم رو آوردم پایین و حالا، ولی خب مشغول تدریس هستم. گهگاهی هم یک سری نریشن هایی که اگر باشه برای حالا یک سری جاهای مختلف، مثلا من برای دوستان زرتشتیمون در امریکا یک سی دی پر کردیم پارسال، دادیم رفت، گاتاهاشون بود، تولوش 98 گاتا بود که شعارهای مقدس آسمانی زرتشت بود که من اونها رو خوندم و دادم بهشون. یک اپلیکیشن غزلیات حافظ هست که به زودی احتمالا وارد بازار بشه، اگرچه که خیلی دیر شده به خاطر این قضایا، خیلی به تأخیر و تعویق افتاد، ولی خب دیگه باید تمومش بکنیم. و یک کتابیه که به صورت الکترونیکی و صوتی خیلی دوستش داشتم خودم، با یک شرکتی قرارداد بستیم، شازده کوچولو، ترجمه احمد شاملو هستش، که 2-3 تا کاراکتر با یکی دو تا از دوستانمون خانم فرنا صادقی و یک سری از دوستانمون حالا قرار بر اینه که این کتاب رو تمام کنیم اگر خدا بخواد انشاءالله. که این صحبت که کردید برای چیز به اصطلاح دوستانی که در اون طرف ها بستن صحبت که این مربوط میشه به همون انجمن بین‌المللی کاربران. ببینید من عضو این کانون هستم، عضو این انجمن هستم، انجمن بین‌المللی کاربران حرفه‌ای صوت، حرفه‌ای صدا. بله بله. ببینید در بین این انجمن خب یک سری اصلا اساتید و ببینید مثلا از حالا تو بحث هنر آواز استاد مختابات هستن، دکتر عبدالحسین مختابات، بله، یا دکتر ترابی نژاد، دکتر دبیر مقدم که فوق تخصص هنجره و صداشناسی و آواشناسی، و بعد آقای دکتر عطابک وثوقی هستند که گفتار درمانگر هستند، آقای خانم دکتر اشتباه نکنم اگر مقدم که جزء چیز معاون دانشگاه دانشکده ادبیات تهران هستن، یه سری افراد اینچنینی که ما یک سری همایش هایی سالانه داریم با هم جمع میشیم که یک سری ساز و کارهای اساسی. ببینید آقای وهاب، این من چرا وارد این قضیه شدم، وارد این انجمن شدم، به خاطر اینکه خیلی از همکاران ما، همکار که میگم، خیلی کسانی که در حالا هیچه یه تدریس فن بیان و سخنوری و دوبلاژ و اینها هستن، بیراهه میرن خیلی و اصلا نمیدونن که چی کار میکنن. من دیدم کلاساشون رو، سر کلاساشون نفراتی بودن که مستقیم از اونها، خب من کامنت ها رو گرفتم که چطور بوده. حتی اینها بدون اینکه خب شناختی داشته باشن میان رو صداسازی و نمیدونم آواسازی و واژه‌سازی اینها کار میکنن، در صورتی که من که متخصص این قضیه نیستم، مثلا من هیچ موقع ورود نمیکنم به این موضوع. از من میپرسن که استاد مثلا صدام اینجوریه، میخوام اینجوری بشه، نمیدونم این واژه ها رو من اینجوری تلفظ میکنم، این حروف رو، میگم من اینها رو نمیدونم. گفتار درمانگر داریم که متخصص این کار، اگر بحث صداتونه ما متخصص حنجره داریم، فوق تخصص حنجره داریم، مراجعه کنید بهشون. ولی متاسفانه دوستان ما میان در همه این موارد ورود میکنن و کار خراب میشه. مثلا که من خیلی ها رو میشناسم که رفتن مثلا آواز یاد بگیرن، الان صداشون در نمیاد که حرف بزنن، دیگه تکلم روزانه شون رو داشته باشن،
آسیب های زیادی رو دوستان متقبل شدن سر این قضیه ناآگاهی بر حال یک سری حالا مدرسینی که اسمشون رو حالا مدرس می‌ذاشتن. به خاطر همین من شاید جز نادر کسانی باشم که در حالا مقوله فن بیان و سخنوری که فعالیت میکنم از اون طریق دارم فعالیت میکنم، یعنی سعی میکنم که بیراهه نرم. اگر موضوعی باشه که در هیچه تخصص و آگاهی و دانش و اختیارات من نباشه، قطعا من سوقش رو میدم و دوستان رو راهنمایی میکنم که به متخصص این کار رجوع کنم. به خاطر همین این انجمن هم خیلی انجمن ارزنده ایه، بله، چون آدم های خیلی دوستانی هستن که واقعا استاد هستن اونجا، من خیلی ها مفتم ازشون. آفرین. جناب آقای جعفرزاد، توصیه شما برای هنرمندانی که هنوز حرفه‌ای نشدن و در این کار میخوان قدم بذارن چیه؟ یا گذاشتن؟ این سوال رو که از من میپرسید، چون من خودم واقعا حرفه‌ای این کار نیستم، ولی بله بگم که چگونه هست. ببینید هر موفقیتی یک ابتدایی داره، ولی بی انتهاست، لایتناهیه. ابتداش اینه که شما استارت بزنی، تمایل داشته باشی، مهمتر از همه تمایل به اون قضیه هست، به اون کار هست، به اون هنر هست. شما میخوای ساز بزنی، باید در وهله اول بری یه ساز معمولی تهیه کنی، یه استاد نه آنچنان حالا مثلا خیلی سرشناس و خیلی زبده انتخاب بکنی، یک الفبای موسیقی رو یاد بگیری، نوت‌ها رو بیاموزی، بعد پله پله بری یک ساز بهتر بگیری، یک استاد خب به هر حال زبده‌تر انتخاب کنی و برسی به اون حالا جایی که بد نظرت هست. ولی آقای وهاب، به یک باره که نمیشه من برم مثلا ساز دست ساز استاد فراموش کردم فامیلیشون، ساز دستساز گران قیمتی رو بگیرم بیارم، مثلا یه تار بگیرم، یه ستار بگیرم بیام، مثلا مستقیما منم بخوام برم که به یک باره چی میگن ده یک صد ساله رو یک شبه پیمودن، این ما رو به بیراه میکشونه. پس ببینید قدم به قدم چی میگن استپ بای استپ، نمیدونم قاماس قاماس هر زبانی که حالا نیاز هست، ببینید که باید خیلی آهسته و پیوسته این رو انجام داد، از ابتدا شروع کرد با علاقه مندی، و چه بسا که شما میدی یک ساز رو میآموزی، میبینی که واقعا جز تعلقاتت نیست، دوست نداری این ساز رو، میری یه ساز دیگه یاد میگیری، اونجاست که میتونی شیوهت رو، متدت رو، علاقه مندیت رو، سازت رو، آوازت رو عوض کنی. چرا؟ چون بلدی، یک چیزهایی رو آموختی. مثلا ما خیلی ها رو جاری میان به محض ورودشون یک دوره فن بیان میبینن، میگن ما میخوایم دوبلور بشیم. نمیشه که، میشه که برامزن از 16 سالگی دوبله میکرد، تو مثلا 70 سالگی جایزه گرفت. بله، متاسفانه دیر اومدن و زود بخوام برم. اومدی بله، بعد میخوای بری دوبلور بشی، بعد چه کاری به من معرفی میکنی، کجا برم کار کنم، کجا برم کتاب صوتی بگم. بعد اینها واقعا مو باید تو آسیاب سفید نمیشه که آقای وابو، هر حال تجربه هستیم، تجربه است، کاره، و اینکه تلاش های یک شخصی که منجر به یک سری موفقیت ها میشه. من باور کنید در این دوران قرنطینه که حالا اتفاق افتاد اوایلش، من ننشستم زانوی غم بغل بگیرم بگم ای وای میمیرم میمونم خودم خانواجم، شروع کردم سریع به بحث آموزش. من قریب 21 روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب آنلاین بودم آقای وحا. خیلی سخته که آره والا من اون مدرک بین المللی که حالا من می نویسم هر از گاهی دوستان می نویسم سر همین قضیه است که طبعا دو سال پیش، یک سال و خورده پیش، که من البته که خب ثبت نامش و اینها رو من قبلا انجام داده بودم، یک دوره هایی رو گذرونده بودیم که اصلا قرار به این بود که این دوره ها در دبی برگزار بشه، ولی خب به واسطه این که خب این بیماری پیش اومد و این ویروس سر کلش پیدا شد متاسفانه، یا حالا یک جاهایی خب باعث منفعت بود برای ما، چون من به جای اینکه بلنشم برم این همه هزینه کنم برم در یک کشور عرب این دوره ها رو ببینم، خب تو خونه نشستم و این دوره ها رو طی کردم.
ببینید زحمت میخواد آقای بهار، باید انرژی بذارید، باید زمان بذارید، باید هزینه کنید. خیلی ها، خیلی از ماها برای هر کاری هزینه های گزافی انجام میدیم، میپردازیم. برای بحث آموزشمون، نه در حیطه حالا کار منا، اصلا در هر زمینه آموزشی، معذرت میخوام بگم جونمون بالا میاد، میخوایم 2 تومن پول خرج کنیم، بعد دوست داریم همه چیز رو تو مبحث آموزش مفتی داشته باشیم و به درد نمیخوره. به درد نمیخوره. به من میگن هزینه کلاسات، میگم اینقدر، نمیگم هم قابل شما رو نداره. چرا؟ چون شما برای یادگیری باید هزینه بدید. من به دفعات آقای رها، به دفعات من کلاس ها و همایش های رایگان برگزار کردم، خدا شاهد اصلا هیچ فیدبکی من از این همایش ها، از این کارگاه ها نگرفتم. به محض اینکه این کارگاه ها شروع کرد حالا متصدیانشون ثبت نام کردن با پول، همه اومدن. برای من جای تعجب بود اصلا این قضیه. بسیار کارتون درسته. باید تلاش کرد دیگه آقای برد. باید تلاش کرد و ماحصل تلاشمون رو قطعا خواهیم دید. بسیار کارتون درسته. آفرین بر شما. جناب آقای جوزه، یه سوالی داشتم ازتون. این سوال من یه خود اتمیه. ایشون لکن نتره کی بقیهش رو جواب میدم. نه، این سوال من اینطوری که میگم که اگر که شما توانایی اینو داشتید که تغییراتی رو بدید، چه تغییر رو راجع به خودتون انجام میدادید؟ چه چیزی رو برای خودتون تغییر میدادید؟ زمان رو، زمان رو برمیگردوندم به چند سال قبل. برمیگردوندیم؟ خودم برمیگشتم به چند سال قبل. یه سری کارها. چقدر برمیگشتی عقب؟ زیاد نه، یه 20 سال. 20 سال برمیگشتی عقب؟ آره. خیلی برنامه هم فرق میکرد و خیلی، حالا تو ذهن خودم این هست داشتم اتفاق خاصی نمیافتاد، ولی خیلی دوست داشتم که یک سری کارها رو از اون انفوان جوانی و نوجوانی انجام بدم. مثلا ساز یاد بگیرم. من عاشق سازم آقای بهار. هیچ موقع یاد نگرفت. چرا؟ چون تلاش نکردم. واقعیتش بله، دل به کار ندادم. الانم دیر نیست، ولی میدونید چجوری دوست داشتم یک نوازنده حرفه‌ای بودم یا یک خواننده خیلی، خواننده نه خیلی حرفه‌ای، یا کسی که بخونه و حال دل خودش خوب باشه. اگر چون که حالا برحال اینها که مؤثر نیستن، اگر میشد خوب میشد و یک سری مسائل دیگه. آفر، شما اون یه خود ته فکرت مثل عاشقای آذربایجان میمونه، با تارشون میشینن و شعر خودشون و صدای خودشون و آره، اونجوری عاشقی. آره به خود. آره آقای. نه اونجوری، امیدوارم که برسی اونجوری. آره آره آره، امیدوارم که برسی. اگر خودت میدونی که اگه بخوای میرسی، بعد وقت کن، بعد شرایطش جور باشه، شرایطش بعد جور باشه. به اون سنایی که صحبتشو میکنی شرایطشو داشتی و متاسفانه نشد. نشد، ولی آگاهی نداشتم. یعنی که آنچنان آلا مثلا هی میگفتم هست دیگه، فردایی هست. آره فردا. نه اینکه مثلا سنمو خیلی رفته بالا، نه آقای بهاب، من اصلا مشغلتون زیاد شده، مقید به سن و مشغله یک طرف قضیه است، و واقعا که من دیگه امکاناتش مهیا نیست. بله، امکانات مهیا نیست. در جنوب کشورم، خب بعد بخوام قطعا اگر بخوام ورود کنم به این مسائل، باید خب یک سری افراد رو داشته باشم، خب که مراجعه کنم بهشون، و این تردد و رفت و آمد و اینها خب خیلی سخته، خیلی به عبارتی غیر ممکنه. ولی خب دیگه خدا رو چه، یه موقع دیدید برها شد، شد. یه موقع مثلا بعد 2 سال شما آقای وهاب از من دعوت کردن بیام تو لایو براشون ساز بزنم. چرا که نه؟ من الان داشتم میگفتم که رادیوی که یه رادیو داریم راه اندازی میکنی، و دوستان خواهش کردم که حتما اعلام کنن که میتونن با من همکاری داشته باشن. البته این همکاری اینطور نیستش که شما بخوای، چون اینجا کسی
برای کسی کار نمیکنه. اینجا هر کسی یه وظیفه رو میگیره با دل و جون برای این سازمان خیریه داره وقت میذاره. و چون ما داریم واقعا این کاری که میکنیم کارمون عامل منفعه است، ما سودی نمیبریم از این کار برای شخصی، ولی سودی که در نهایت پیش میاد همه رو در بر میگیره. و لذت من همینه که میبینم، یعنی نتیجه کار رو میبینم، خیلی مهمه. من چون کارم ماشین سازی بوده و ساخت و ساز رو خیلی دوست دارم، از این نظر وقتی که فکر میکنم که یه کاری از کجا شروع میشه به کجا تموم میشه، اون نتیجه کار برای من همیشه خیلی مهمه و همیشه از ابتدا دارم به نتیجه کار فکر میکنم. یعنی تو مرور زمان که پیش میره دارم فکر میکنم که اینا داره به انتها میرسه و اون انتهای من همیشه ابتداست. ابتدام خیلی سخته ولی خب شدنیه. این رادیو هم همونطوره. خدمت شما هستم که من سرتون درد نمیارم. آخرین سوالم از شما میکنم و آخرین سوالم اینه که البته دو تا سوال دارم. سوالم اینه که شما اگه اون قدرت رو داشتید برای مردم چه چیز رو تغییر میدادید؟ آقای ببینید، من عرض کردم در اوایل عرایزم من خیلی دوست دارم که مردم نه تنها کشورمون، مردم کره زمین در آرامش و آسایش کامل زندگی کنند. ببینید آقای واقعا جنگ ها، خونریزی ها به خاطر عدم باور انسان ها نسبت به هم دیگه هست. چه معنی داره دو نفر بیفتن به جون هم در حد مرگ هم دیگه رو بزنن؟ موقعی که من و شما خیلی راحت از طریق زبان، از طریق کلام، از طریق بیان میتونیم ارتباط برقرار کنیم، خیلی راحت میتونیم مشکلاتمون رو حل بکنیم، چه نیازی به جنگ و جدل هست؟ هیچ. نیچه میگه از روزی که انسان دشنام دادن رو یاد گرفت دیگه دواهای کلوخی و سنگی و آجوری و برخوردهای فیزیکی رو تقریبا کنار گذاشتن و اینجا اوج آغاز فرهنگ انسانی بود. ببینید حتی دشنام دیگه از دهان خارج میشه، شما دیگه نهایتا میتونی اینقدر عصبانی هستی بلند شی بری تو بیابون داد بزنی، ولی دلیلی نداره که بری مثلا با سنگ بزنی سر یکی رو بشکنی. آقای رهاب، تقریبا 97% اشخاصی که در زندان به جرم قتل الان دارن حبس ابد متحمل میشن یا اینکه منتظر طناب دادشون هستن، 97%شون قتل غیر عمده. یعنی چی؟ یعنی در یک مشاجره، در یک مجادله یک کسی عصبانیتی براش پیش اومده، زده تو سینه یک کس دیگه، اون افتاده مثلا سرش خورده به کنار جو مرده. بله. و این آدم باید یک عمر زندگیش رو باید تاوان پس بده، خودش که هیچی اطرافیانش هم هم چی جمعی. من اگر واقعا بتونم کاری بکنم، من به قول استاد دکتر حسینی هم میگه به امید روزی که در دنیا هیچ کس به واسطه عدم شناخت و اینکه سوء تفاهم بیانی دچار مشکل نشم، اون روز رو من خیلی امید دارم برای کل مردم دنیا. آمین. بسیار زیبا گفتید، بسیار زیبا. زنده باشید. آخرین سوال من اینه که نظرتون نسبت به این برنامه ها و فعالیت هایی که ما میکنیم چیه؟ آقای وهاب، من لایف های شما رو دارم دنبال میکنم و خیلی جذابیت داره برای من. میشینم پای لایف هاتون، مثلا دوستانی که دعوت کردید، اشخاصی رو که به هر حال دعوت کردید در برنامه‌تون، در لایوتون، خیلی آدم‌هایی بودن که واقعا دوست داشتنی، فرهیخته. من کلمه فرهیخته رو سعی می‌کنم برای هر کسی به کار نبرم، چون واقعا یه کلمه خیلی ثقیل و سنگینه. یه موقع‌هایی یه سری سرشون گیج میره موقعی که این کلمه رو می‌شنوه. بله، ولی واقعا دوست داشتنی بود و در برنامه‌هایی که 3-4 تا لایوهایی که من دیدم و در کنارتون بودم، واقعا خیلی عالی بود و برای من آموزنده بود. مخصوصا چندی پیش یک خانومی بود که نویسنده و شاعر و آهنگساز بودن اگر اشتباه نکنم، بله، که بله داشتم میشنیدم، خیلی خوب بود دیگه. به هر حال یاد میگیریم ما.
هر چقدر در خیلی تلاش باشیم ممنونم. برای آموختن آقای وهاب، باز هم کمه. ز گهواره تا بله کوه واقعا همینه دیگه. ما هر چقدر بله که بخوایم یاد بگیریم هنوز جا داریم. متاسفانه خب الان این رویه غلط پیش اومده که این لفظ استاد خیلی توهمزا شده برای خیلی ها. مسعود جعفریزاد دو کلمه یاد یکی میده میشه استاد، بعد دیگه اینقدر استاد 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 بله دیگه متاسفانه زیر بغلش میشه اینقدر، و دیگه اصلا با هیچ چیز دیگه نمیشه حملش کرد و این خیلی بده، خیلی بده. و به نظر من برای این کلمه استاد یه خود خودمون ایجاد کنیم. بله یه خود فاصله میندازه منتها. خب ولی وقتی کسی بله استاده باید گفت استاده، چون دیگه حتما استادی باید باشه که شاگردی مشخص بشه. اگر که نباشه که خب شاگرد از همون روز اول استاد هیچ موقعی چی یاد نمیگیره. من همیشه خودم رو به عنوان مدرس معرفی کردم و از کلمه استاد استفاده نکردم. از اونا هم نیستم که به من بگم که آی به من نگید استاد و فلان، میدونید، چون اینها اشخاصی هستن که خیلی دوست دارن این واژه رو بشنون و تعمدی این قضیه که هی مثلا جبهه میگیرن به من نگید استاد و من استاد نیستم. نه چه ایرادی داره؟ ولی من خودم رو واقعا یک مدرسی بیش نمیدونم. درجه استادی باید شما واقعا اینقدر فرهیخته باشی، اینقدر بلد باشی که بهت بگن استاد، یعنی که خودت رو استاد حداقل بشناسی. احسن به شما جناب آقای جعفرزاد، خیلی ممنونم از وقتی که دادید و صحبت‌های زیبایی که کردید. خواهش می‌کنم. ممنونم. این نهایت متشکرم ازتون، سپاسگزارم. دوباره اون شعره می‌گردم اگر وقت باشه که اون شعر رو برای دوستان بخونم. اگر حتما نه حتما برای اختتام خیلی بسیارم عالیه که این شعر رو بخونید برام. سلامت باشید. فقط اگر بتونم پیدا کنم، چون اون نوشته‌هام رو که پیدا نکردم. ولی متاسفانه نمیتونم پیداش کنم آقای وهاب. آه پیدا کردم. چرا بذار بخونم برات. ممنون از لطفتون. مرسی از دوستانم. عاشق ترین من فقط کامنت ها رو نمیبینم آقای وهاب. اگر حالا یه من دارم میبینم تقریبا تمام دوستان خودتون هستن، ازتون خیلی دارن تشکر میکنن، خیلی تعریف میکنن ازتون. استاد وزیرپور واقعا از اون اشخاصی که لقب استادی واقعا برازنده شونه. من خیلی بله جناب آقای وزیرپور بله. از دوستان صمیمی استاد شهریار بودن. سلام محمد فروزنده عزیز و در کنار استاد شهریار و شاعرای خیلی بزرگی که برها دوستانشون بودن دیگه. اینها با هم در کنار هم در حال انشاءالله. عاشق ترین مرد آدم بود که بهش را به لبخند حوا فرود. حوا که بغض کند حتی خدا هم اگر سیب بیاورد، چیزی جز آغوش آدم آرامش نمی کند. خوش به حالت آدم خودت بودی و حوایت، وگرنه هوای تو هم هوایی می شود. و خوش به حالت هوا تنها هوای زمین تو بودی، وگرنه آدم هوای هواهای دیگر داشت. دیگر نه آدم آن آدم است و نه هوا آن هوا. من و تو زاده کدام دو نخستینیم که نه بوی آدمیت داریم و نه هوس هوا. وقتی سایه ها بوی انسانیت نمی دهند، همان بهتر که سایه ای بالای سرت نباشد. اینجا برای هوا بودن آدم کم است. به جرم وسوسه چه طعنه ها که نشنیدی هوا، پس از تو همه تا توانستند آدم شدند. چه صادقانه هوا شدی و چه ریاکارانه آدمی. تو آدم، من هوا، بیا جهانی دیگر آغاز کن. عشق ببرز، دوستم داشته باش، تازه سیب چیدن. هوا بودن تاوان سنگینی دارد. وقتی آدم ها برای هر دم و بازم به هوا نیاز دارد. هوا راست بگو، تو مگر سیب را پوست کندی و خوردی که دنیا این گونه پوست ما را می کند.
هیچ کس نفهمید. شاید شیطان عاشق حوا شده بود که به آدم سجده نکرد. اینم خدمت شما و دوستان. احسنت به شما. احسنت به شما جناب جعفرزاده. خیلی احسنت به شما. سلامت. خیلی ممنونم مجددا ازتون تشکر میکنم. لایف خیلی زیبایی بوده. قربونتون برم. خیلی ممنونم ازتون. و خواهش میکنم که اگر که ما دوستانی رو دست چون میدونید که من از این طرف دنیا خیلی به سختی میتونم دوستانی که اون ور هستن باشون آشنایت پیدا کنم. ممنون میشم ازتون که دوستانی رو که دارید و میخوان علاقه دارن که تو این کار فرهنگی با ما همکاری داشته باشن معرفی بکنید. من در خدمتتون هستم. خیلی ممنون میشم از تک همه من آقای وها که حتی اون اسم کوچکی از من در این کار خیر باشه و تمام قربونتون برم کمال هر آنچه که در توانم باشه انجام خواهم داد. مطمئن باشید و خدا قوت میگم به شما بابت این کار خیرخواهانه و زحماتی که میکشید و اگر فرمایشی ندارید که همگی شما رو به خدای بزرگ میرسونم. ممنونم از دوستانمونم که به حال با ما بودن. قربونتون برم. شنیدن ما رو وقت گذاشتن اگرچه که یه ذره چون تایم لایومون آقای وهاب با فوتبال پرسپولیس یکی بود شاید یک سری از دوستان خب نتونستن یا حضور داشته باشن ولی خب مهم آره بله هر کدوم میتونه خودشو داره ما هم بالاخره بازی خودمون کردیم جناب آقای جعفرزاده. بله مهم اینه که این چند نفری که چند تا دوستان که اینجا هستن به هر حال همین اکتفا میکنه برای بله واقعا ممنونم از شما و تمام دوستان همه رو خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون. ممنونم. خدا نگهدار دوستان. خدا نگهدارتون باشه.